هشتمین روز آذر ماه برابر با 29 نوامبر سال 899 خورشیدی برابر با 1520 میلادی، کشف تنگه ماجلان در جنوبی ترین نقطه از آمریکای جنوبی توسط ماجلان. او با ناوگانی بزرگ شامل کشتی فرماندهی ترینیداد، کشتی سن آنتونیو، کشتی ویکتوریا، کشتی کانسپسیون و کشتی سانتیاگو با 265 ملوان از اقوام و تبار متفاوت به دور دنیا سفر کرد و 30 سال بعد از کشف آمریکا توسط کریستوف کولومب سرانجام اروپایی ها را متقاعد نمود که زمین گرد بوده و به مراتب بزرگتر از تصورات آنهاست. همچنین ثابت کرد که آمریکا یک قاره جداگانه است و دستیابی به شرق دور از مسیر غرب یک واقعیت است. سال 1290 خورشیدی برابر با 1911 میلادی، اولتیماتوم 48 ساعته دولت روس به ایران. در حالی که اوضاع مالی ایران پس از روی کار آمدن احمد شاه به شدت مختل شده بود، مجلس شورای ملی تصمیم گرفت تا از آمریکا کارشناس امور اقتصادی و مالی استخدام نماید. در نتیجه علارغم مخالفت روس‌ها، مورگان شوستر به عنوان خزانه‌دار کل کشور استخدام شد. این امر به مزاق روس‌ها که گمرک را در اختیار داشتند خوش نیامد. از این رو برای اخراج شوستر و توجه به نظر روس‌ها به مجلس شورای ملی اولتیماتوم دادند. پس از این اولتیماتوم قوای روسیه به سمت تهران به راه افتادند. دولت ایران که خود را در برابر لشکریان روس ناتوان دید، به ناچار در برابر خشونت آنان تسلیم شد و به خدمت مستشاران آمریکایی پایان داد. سال 1326 خورشیدی برابر با 1947 میلادی، تصویب طرح تقسیم فلسطین به دو منطقه عربی و یهودی در سازمان ملل. سازمان ملل یک کمیته ویژه برای حل مسئله فلسطین تشکیل داد و این کمیته پس از 6 ماه مطالعه و اعزام هیئت‌هایی به فلسطین و اردوگاه‌های آوارگان یهودی در اروپا بر سر دوراهی تقسیم فلسطین بین اعراب و یهود یا تشکیل یک حکومت فدرال در این سرزمین باقی ماند. اکثریت اعضای کمیته به تقسیم فلسطین و بین المللی شدن شهر بیت المقدس رأی دادند و اقلیت کمیته تشکیل یک حکومت فدرال و محدودیت مهاجرت یهودیان را به فلسطین پیشنهاد کردند. با ارائه گزارش کمیته در مجمع عمومی سازمان ملل، در نهایت این مجمع با اکثریتی ضعیف به تقسیم سرزمین فلسطین میان دو دولت فلسطینی و یهودی رأی دادند. بر اساس این مصوبه بیت المقدس منطقه‌ای بین المللی اعلام شد.